برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران همراه ما هستند. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای جوادی، چشمانداز این حملات متقابل بین حوثی ها و اسرائیل ها در آینده چگونه پیش بینی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز این بخش خبری. ضمن آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات عبادات عرض کنم خدمتتون. ببینید، شاید بشه این حرکت رو اگر حوثی ها و انصار الله یمن در حمله به تل آویو انجام داده باشند، یک نوع اشتباهی رو در این موقعیت فعلی که حالا دو سه تا آیتمی رو که عرض میکنم خدمتتون با هم ممکنه در ارتباط باشه. با توجه به عملیات مشکوک طوفان الاقصا که منجر به گسترش درگیری ها و محرومیت مردم غزه از زندگی راحت شد و مشکلاتی که الان در رفح در جریانه که یقینا به سود فلسطین و غزه تموم نشد، این عملیات مشکوک رو با توجه به انتخاباتی که در ایران برگزار شد و به هر حال رئیس جمهور منتخبی که با هیچ گونه پشتوانه حزبی و به صورت مستقیم و با صداقت کامل اومدن جلو، شاید بشه از جناح شکست خورده ای که در مقابل ایشون قرار داشت و این حرکات رو شاید پشتیبانی بکنن، باز هم این حرکت رو میشه به صورت مشکوک ارزیابی کرد. اما باز شدن رسمی پای اسرائیل به منطقه و شرکت در درگیری ها به صورت مستقیم و جوابی رو که داده که یقیناً به ضرر مردم یمن تمام خواهد شد، خیلی مثبت ارزیابی نمیشه، اونم توی این موقعیت با توجه در پیش بودن انتخابات امریکا که احتمال زیاد روی کار اومدن ترامپ باشه. شاید کورسوی ضعیفی رو که از صلح در منطقه ممکنه متصور بشیم، این رو تحت شعاع قرار میده و در مجموع شاید این حرکت مشکوک بشه اسمی رو براش گذاشت به نام هیاهو برای هیچ، که من قبلا هم عرض کردم. و به هر حال بهتره که یمن به سمت صلح و آشتی و اینکه قدرت زندگی رو به مردم برگردونه باید پیش بره. بله، این حرکات شاید در ظاهر نتیجه ای رو بشه ازش متصور شد، اما باطنن به نظرم خیلی صلاح نیست و باید حالا تا قبل از روی کار آمدن آقای ترامپ یا کسی دیگه که به هر حال تندروی رو خواهد داشت، این چشم انداز صلح رو مورد در حقیقت تهدید قرار ندیم. یمن خب زیر ساختهاش از بین رفته هست و با این حرکات بیشتر از بین میره و یمن رو به صورت به سمت فاجعه های بزرگتر پیش میبره. بله، در مجموع حرکات خیلی خوب و نتیجه خوبی رو ارزیابی نمی کنم و امیدواریم که با خویشتنداری و دخالت بزرگان و روی عقل اومدن به هر حال طرفین درگیر، انشالله به سمت آرامش بیشتری بریم. سپاس از شما. سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران.